سلام و درود خدمت همه شما عزیزای مارکت نیوبی. با بررسی اخبار و شاخص‌های بازار فارکس در هفته دوم سپتامبر در خدمت شما هستیم. هفته بسیار پرحاشیه و پرخبر. با ما همراه باشید. فراموش نکنید که قبل از ادامه ویدیو حتما سابسکرایب مارکت نیوبی رو هم بزنید. خب شروع میکنیم با دلار آمریکا. مهمترین شاخصی که در این هفته داشتیم شاخص کانسیومر کردیت هستش که همونطور که مشاهده میکنیم بسیار افت داشته. این میتونه منجر به تضعیف دلار آمریکا باشه. و شاخص پی پی آی و کور پی پی آی رو داشتیم که هر دو اینها بهبود پیدا کرده که میتونه منجر به تقویت دلار آمریکا بشه. مدعیان بیکاری در این هفته هم از عدد 345,000 به 310,000 رسیده که تقریبا 30,000 واحد تغییر کرده که خب یک تغییر نسبتا محسوسی هستش. بهبود پیدا کرده این شاخصمون و میتونه منجر به تقویت دلار آمریکا بشه. اما این هفته که گذشت هفته‌ای نبود که شاخص‌های پراهمیت داشته باشیم، بلکه همونطور که مشاهده می‌کنین سخنرانی‌های بسیار متعددی رو داشتیم که من خلاصه اونها رو خدمتون عرض خواهم کرد. به علاوه گزارش بیجبوک رو داریم که بسیار گزارش مهمی هست و مجدد خلاصه این رو هم خدمتون عرض میکنم. در نهایت یک نکته در مورد اوراق قرضه 10 ساله هست که در واقع نرخ اونها افزایش پیدا کرده بود که خب منجر به نوسانات در بازار هم شد. خب اما در مورد سخنرانی هایی که انجام شد، مهمترین نکات این سخنرانی ها به این صورته. اول از همه در مورد تورم و انتظار تورمی، در بلند مدت انتظار تورمی ثابت هست، همون هدف 2% آمریکا هست، اما در میان مدت و کوتاه مدت همچنان ریسک هایی از جانب افزایش تورم وجود داره که خب اینها میتونه تاثیرگذار باشه. اگر که در واقع این ریسک ها افزایش پیدا بکنه و در واقع تورم به صورت میان مدت قرار باشه که بالای 2% قرار بگیره، قطعاً فدرال رزرو سیاست هایی رو برای تعدیل اون به کار خواهد گرفت. اما خب این تورم بالای 2% ریسک آنچنانی برای اقتصادشون نداره و نگرانی های آنچنان هنوز از جانب این تورم ندارن. البته در مورد این تورم و علت ایجاد اون گفته شده که محدودیت هایی که در زنجیره تامین و منابع وجود داره باعث شده که تقاضا نسبت به عرضه پیشی بگیره، فشار تقاضا افزایش پیدا بکنه و تا زمانی که این محدودیت ها رفع نشه همچنان تورم بالا خواهد بود. بنابراین ما اگر که ببینیم عرضه ما داره افزایش پیدا میکنه، محدودیت های در واقع زنجیره تامین ما داره حل میشه و برداشته میشه، میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که تورم برگرده به هدف 2%. در مورد اشتغال هم اعلام شد که نزدیک به هدف در واقع ماکسیموم اشتغال هستن، منتها هنوز به اون نرسیدن و در حال حاضر هم هدف فدرال رزرو و عمده تمرکز فدرال رزرو ثبات قیمتی که همون بحث تورم هست و همینطور حداکثر اشتغال هست. در مورد موضوعاتی مثل تیپرینگ و غیره آنچنان نظری ندادن، منتها احتمال انجامش همونطور که میدونید در هفته‌های گذشته هم در مورد صحبت کردیم بسیار زیاد هست. اما به دلیل این افزایش ریسک کرونا مجدد در آمریکا احتمالش هستش که یه مقدار تیپرینگ مجدد به تعویق بیفته. همونطور که در هفته‌های گذشته هم خدمتتون عرض کردم، تقویت اشتغال و ثبات در واقع بهبود اشتغال میتونه منجر بشه به اینکه تیپرینگ بخواد انجام بشه. بنابراین در حال حاضر فعلا مهمترین عامل ما اشتغال هست. همونطور که می‌بینید داده اشتغالی هم که در اینجا داشتیم یه مقدار بهبود پیدا کرد. خب این از دلار آمریکا. بریم سراغ پوند انگلیس. پوند انگلیس بسیار هفته پرحاشیه‌ای رو داشت و تغییرات خیلی جالبی رو ما تونستیم توی نمودار ببینیم. خب همونطور که در مورد پوند انگلیس مشاهده می‌کنیم، مجدد در اینجا هم سخنرانی‌های متعددی رو داشتیم که خلاصه اونها رو خدمت رو عرض خواهم کرد. اما شاخص مهمی که داشتیم پی ام آی حوزه در واقع ساخت و ساز هست که یه مقدار کاهش پیدا کرده، منتها همچنان بالای 50 هست و همونطور که میدونید تراز 50 بسیار تراز مهمی برای پی ام آی هستش، میتونه منجر به تضعیف پوند انگلیس بشه. در ادامه جی دی پی رو داریم در اینجا که خب همونطور که میبینید از عدد 0.1% رسیده که خب این هم میتونه منجر به تضعیف پوند انگلیس بشه.
و در کنار اون اینداستریال پروداکشن تولید صنعتی رو داریم که از محدوده منفی وارد محدوده مثبت شده. در کنار اون در واقع تولیدات کارخانه ها رو هم داریم که در واقع از 0.2 به 0 رسیدی که منفی شده. بنابراین مجموع شاخص هایی که برای پوند انگلیس داشتیم شاخص هایی هستن که منجر به تضعیف پوند انگلیس میتونن بشن. اما خب در کنار این شاخص ها سخنرانی های بسیار مهمی رو هم برای پوند انگلیس داشتیم. خلاصه این سخنرانی ها به این صورت هست. اول از همه بحث تورمی هست که خب تورم بالاتر از انتظارات هست و مثل آمریکا هم ریسک های از جانب تورم وجود داره که خب اگر که تورمشون به صورت پایدار بخواد بالای هدف 2% اونها قرار بگیره، مجدد سیاست هایی رو برای تعدیل اون مد نظر قرار خواهند داد. منتها اعلام کردن که مشکل تورم و افزایش تورمی پایدار نیست و به صورت موقتی هست، همونطور که در آمریکا هم مجدد به همین صورت اعلام شد. اما در مورد نرخ بهره هم صحبت های انجام شد. به گفته رئیس بانک مرکزی انگلیس شرایط حداقلی برای افزایش نرخ بهره در حال حاضر فراهم هست، اما این شرایط کافی نیست و باید همچنان منتظر بهبود بهتر اقتصادی باشیم. در مورد جی دی پی که عدد اون هم نسبت به دوره گذشته خودش پایین تر اعلام شده صحبت های شد و اعلام شد که احتمالاً جی دی پی در پایان سال به سطوح پیش از پاندمی کرونا برگرده و بتونیم انتظار داشته باشیم که جی دی پی ما بتونه تقویت بشه. اما نکته ای که یکی از اعضای بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد نکته جالبی بود که اعلام شد اگر که خرید دارایی ها در وضعیت تورمی حال حاضر ادامه پیدا بکنه، همونطور که می‌بینید تورم بالایی هستش و بالای هدف هست، همین خرید دارایی‌ها در تورم بالا میتونه منجر به این بشه که انتظارات تورمی برای میان مدت هم همینطور بالا بمونه و این میتونه منجر به ریسک تورم بشه که خب این نکته‌ای بود که یکی از اعضا اعلام کرد. نکته بسیار مهمی هست، باید ببینیم که در ماه‌های آینده چه اتفاقی میفته. اگر که خرید دارایی‌ها ادامه پیدا بکنه قطعا تورم میان مدت هم میتونه از جانب اون تأثیر بپذیره، اما اگر که اون رو کاهش بدن تورم هم میتونه سطحش پایین تر بیاد. اما خب مجموعاً در مورد تورم همونطور که اعلام کردن گفتیم که تورمشون به صورت موقتی هست و برای بلند مدت پایدار نخواهد. در نهایت هم اعلام شد که احتمال اعمال برخی از سیاست‌های انقباضی وجود داره و در مورد نرخ بهره هم خدمتتون عرض کردم که احتمال افزایش نرخ بهره در سال آینده وجود داره، منتها اگر که این افزایش بخواد انجام بشه بسیار محدود خواهد بود و افزایش آنچنانی در نرخ بهره نخواهیم داشت در سال آینده. بنابراین برای پوند انگلیس هم نرخ بهره رو در سال آینده یا ثابت داریم یا افزایش خیلی محدودی خواهد داشت. خب اما مجموع این صحبت‌هایی که شد تقریبا صحبت‌هایی بود که برای ما یه مقدار دلگرمی میتونست ایجاد بکنه نسبت به اقتصاد انگلستان علی‌رغم این شاخص‌های بسیار منفی که تا اینجا داشتیم. بریم سراغ یورو و ببینیم که یورو به چه صورت بود و در واقع چه شاخص‌هایی رو برای یورو داشتیم. خب در ابتدا شاخص بسیار مهم زدی دبلیو اکونومیک سنتیمنت هستش که همونطور که می‌بینید از 42 به 31 رسیده، همین میتونه منجر به تضعیف یورو بشه. برای آلمان هم به همین صورت، ببینید از 40 به 26 رسیده که خب همونطور که میدونید آلمان یکی از کشورهای بسیار مهم و تاثیرگذارترین کشور در نرخ یورو هست. در کنار اون تولید صنعتی آلمان اعلام شده که از محدوده منفی به محدوده مثبت رسیده، میتونه منجر به تقویت بشه. سفارشات کارخانجات آلمان هم به همین صورت اعلام شده که نسبت به دوره گذشته یه مقدار افت داشته، منتها نسبت به پیش بینی مثبت بوده، میتونه منجر به تقویت کوتاه مدت بشه. در ادامه ترید بالانس آلمان رو داریم که از 13.5 به 17.9 رسیده، میتونه منجر به تقویت بشه. و در نهایت هم در واقع سی پی آی آلمان رو داریم که ثابت بوده. اما همونطور که میبینید ما در مورد یورو نرخ بهره رو هم داشتیم که در واقع در محدوده ثابت صفر
باقی مونده. صحبت های بسیار مهمی هم در موقع در مورد یورو ما داشتیم که خلاصه اونها به این صورت هست. اول از همه انتظارات رشد اقتصادی بسیار برای فصل سوم 2021 یعنی سال جاری بسیار بالا هست. انتظار رشد اقتصادی بسیار قدرتمندی رو دارن در ادامه سال و تا پایان سال و اعلام کردن که اقتصاد فعلا خیلی بهتر از انتظارات ما داره حرکت میکنه و افزایش داشت. در کنار اون ریسک هایی همچنان از جانب ویروس کرونا وجود داره و خب این میتونه منجر به این بشه که اگر کنترل نشه رشد اقتصادشون یه مقدار کند بشه. بحث تورمی هم مجدد در یورو بحثی بود که بحث داغی بود. ریسک های ناشی از تورم افزایش پیدا کرده و به صورت موقتی تورم رو بالای هدف 2% خودشون مد نظر دارن. همونطور که میبینید در ماه گذشته اعلام شده بود که تورم بالای 2% بسیار موقتی هست و خیلی سریع ما از اون عبور میکنیم، اما در حال حاضر دارن اعلام میکنن که این تورم میتونه تا میان مدت هم بالای هدف 2% قرار بگیره و ریسک تورمی رو ما باید جدی بگیریم. اما در مورد برنامه پپ تصمیم که گرفته شد کاهش سرعت برنامه پپ بود و اعلام شد که علی‌رغم این کاهش حداقل تا پایان سال 2023 برنامه پپ ادامه خواهد داشت و به صورت کامل در واقع برداشته نخواهد شد. زمانی برنامه پپ برداشته خواهد شد و به پایان این برنامه در واقع خواهیم رسید که در واقع تأثیرات ناشی از کرونا به صورت کامل از بین بره. بنابراین انتظارشون این هستش که حداقل تا پایان سال 2023 در واقع برنامه پابرجا باشه. همچنین در مورد اقتصادشون اعلام شد که احتمالاً تا پایان سال فعالیت‌های اقتصادی برگرده به سطوح قبل از کرونا و انتظارات خوبی رو برای اقتصادشون داشت. مجدد در مورد یورو هم نکته‌ای که هست و در مورد تورمشون در وسط میکنه مثل آمریکا این هستش که بحث افزایش تورم به دلیل افزایش تقاضا و در واقع مشکلات عرضه هست. مشکلات زنجیره تامین رو همچنان در یورو هم ما داریم و در واقع به همین علت هستش که عرضه مقدار با مشکل و کاهش مواجه شده. در کنار اون تقاضا به دلیل افزایشش منجر شده که تورم بالای 2% باشه و انتظارشون هم همونطور که خدمتتون عرض کردم این هستش که تورم به صورت میان مدت هم حتی بالای هدف 2% باقی بمونه. اما خب این هم از یورو. بریم نمودارهای شاخص دلار و پوند به یورو رو هم بررسی کنیم. در ابتدا در مورد شاخص دلار، خب همونطور که دیدیم ما در هفته گذشته یک محدوده مهمی رو در نزدیک به 92 داشتیم که خب شاخص نزولی بود تا محدوده 99 مجدد رو بالا حرکت کرده که خب در ابتدا یک افزایش بعد از اون یک کاهش و مجدد هم یه مقدار افزایش رو ما برای شاخص داشتیم. اما خب همونطور که میدونید بین محدوده تقریبا 93.5 تا 94 و از پایین 99 شاخص قرار داره. هر کدوم از این محدوده شکسته بشه ادامه نرخ روندش رو خواهد داشت. در مورد پوند به یورو هم اتفاق جالبی که افتاد این بود که در هفته‌های گذشته دیدیم که محدوده بسیار مهم در واقع 1.17 شکسته شد، پوند در واقع تضعیف شد و نمودار به زیر در واقع محدوده 1.17 حرکت کرد تا 1.16 در این هفته اومد و بعد از اون یک رشد بسیار شارپی رو در واقع تجربه کرد که اون هم علتش صحبت‌های بسیار امیدوارکننده پوند انگلیس و بحث‌های پوند انگلیس بود. در کنار اون هم دیدیم که سنتیمنت در واقع آلمان و شاخص زدی دبلیو که شاخص بسیار مهمی هست بسیار منفی شد که اون هم منجر به در واقع تضعیف یورو شد و مجموعاً باعث شد که یک رشد بسیار شارپی رو در مورد پوند به یورو ما داشته باشیم. خب اما این از بررسی دلار، پوند و یورو. بریم سراغ بررسی ارز بعدیمون یعنی دلار کانادا. خب هفته بسیار مهمی رو برای دلار کانادا داشتیم، چه از قبل شاخص ها چه از قبل صحبت هایی که انجام شد
و چه از قبل تغییرات قیمت نفت. خب در ابتدا در مورد شاخص ها همونطور که میبینید نرخ بهره در واقع کانادا رو داشتیم که خب ثابت بود طبق انتظارات. پی ام آی مؤسسه ای وی رو داریم که بسیار پی ام آی مهمی برای ما هست و از محدود 56 به 66 رسیده، میتونه منجر به تقویت دلار کانادا شده باشه. در کنار اون نرخ بهره و تغییرات اشتغال رو داریم که بسخواهیم کنم نرخ بیکاری و تغییرات اشتغال رو داریم که نرخ بیکاری بسیار بهبود پیدا کرده، از 7.5 به 7.1 رسیده و اشتغال هم نسبت به پیشبینی که داشتم بسیار بهبود پیدا کرده، از 67 به 90 رسیده. منتها نسبت به دوره گذشته تقریبا ثابت در همون محدوده 90 قرار گرفته. در کنار اون ظرفیت در واقع کارخانه ها و ظرفیت تولیدی هم اعلام شده که از 81 به 82 رسیده که خب این هم بهبود رو داشته. مجموعا شاخص های فوق العاده عالی برای دلار کانادا رو ما داشتیم. خب اما در کنار شاخص های فوق العاده خوبی که برای دلار کانادا داشتیم ما یک سخنرانی رو هم داشتیم. خلاصه این سخنرانی به این صورت است: اولا جی دی پی در واقع ضعیفی که در هفته گذشته اعلام شد، علتش رکود صادرات بود و اعلام شد که بهبود صادرات میتونه منجر به بهبود در واقع جی دی پی بشه. در مورد وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی هم علارغم ریسک‌هایی که از جانب کرونا همچنان پاورجا هست، انتظار بهبود اقتصادی رو در ادامه سال و تا پایان سال دارن. در کنار اون قیمت نفت رو هم ما داشتیم که بسیار تاثیرگذار بود، یک رشدی رو داشت، اما به دلیل در واقع آزادسازی ذخایر ملی نفت خام چین یک کاهش بسیار شارپ رو ما در قیمت نفت داشتیم که خب همین منجر به این شد که دلار کانادا هم در واقع از این قبل تحت تاثیر قرار بگیره. اما خب بریم ارز بعدیمون رو بررسی بکنیم، یعنی ارز ین ژاپن. برای ژاپن اول از همه فاینال جی دی پی رو داشتیم که یه مقدار مثبت بوده. جی دی پی پرایس ایندکس رو هم داشتیم که از محدوده منفی در واقع منفی 7 به منفی 1.1 رسیده، یعنی تضعیف شده. این میتونه منجر به این بشه که در واقع بحث تورمی تحت تاثیر قرار بگیره. خب خود جی دی پی بنابراین مثبت بود، اما در واقع شاخص پرایسش یا قیمتیش در واقع منفی بود. در کنار اون کارنت اکانت ژاپن رو داشتیم که از محدود 1.7 یا 1.8 به 1.4 رسیده که خب این منجر به تضعیف یعنی ژاپن خواهد شد. و در کنار اون هم یک سخنرانی بسیار مهمی رو داشتیم که خدمتون خلاصه اون رو عرض بکنم. خب در ابتدا در مورد بحث ریسک هایی که از جانب در واقع کرونا وجود داره، همچنان ریسک های پاورجا هست، انتظار این رو ندارن که این ریسک ها بخواد فعلا کنار بره و خب همین میتونه، همین صحبت کوتاهی که انجام شد میتونه منجر به تضعیف ین ژاپن بشه. اما در کنار اون در مورد تورم هم مجدد صحبت شد. همونطور که میدونید تورم ژاپن زیر در واقع 2% هست و اعلام شد تا زمانی که هدف تورمی 2% برای ژاپن محقق نشه سیاست های تأثیر کننده همچنان ادامه خواهد داشت. بنابراین این برای ین ژاپن هفته خیلی جالبی رو ما نداشتیم. بریم سراغ ارز آخرمون، یعنی دلار استرالیا، ببینیم که استرالیا چه اتفاقی براش افتاد. خب نرخ بهره رو داشتیم که ثابت بود، صحبت هایی هم در کنار در واقع نرخ بهره بود که من خلاصش رو مجدد خدمتون عرض بکنم. اول از همه نگرانی های بحث کرونا همچنان پابرجا هست و همین بحث کرونا منجر به در واقع تعویق بهبود اقتصادی استرالیا شده. در کنار اون اعلام شده که در واقع نزول توسعه اقتصادی بسیار موقتی هست و مجموعاً مسیر رشدی که درش قرار دارن تغییر نخواهد پیدا کرد و همچنان در مسیر رشد و بهبود اقتصادی هستن، منتها خب یه مقدار این به تعویق افتاده. پیش بینیشون هم این هستش که در نیمه دوم سال آینده
اقتصادشون به سطوح قبل از کرونا برگرد. بنابراین میبینید که نسبت به ارزی مثل یورو یا دلار آمریکا یه مقدار انتظار بهبود اقتصادی دیرتری رو دارن و همینطور هم در مورد نرخ بهرهشون دیدین که در هفته‌های گذشته اعلام کردن که حالا فعلا افزایش رو برای نرخ بهره مد نظر ندارن. همونطور که میبینیم اقتصاد استرالیا فعلا در حال حاضر یه مقدار عقب‌تر از اقتصاد اروپا و آمریکا هست. خب علتش هم این هستش که اقتصاد استرالیا آنچنان اقتصاد قوی در مقایسه با اقتصادی مثل آلمان، آمریکا و انگلستان نیست. خب در مورد نرخ بهره هم مجدد اعلام کردن که افزایش نرخ بهرهشون تا قبل از سال 2024 اتفاق نخواهد افتاد. خب میبینی که مجدد در آمریکا و در انگلستان برای سال آینده احتمال این رو دارن که در واقع یه مقدار بخوان نرخ بهرهشون رو افزایش بدن. آمریکا یه مقدار نظرات قوی تری در این مورد هست. انگلستان افزایش نرخ بهره محدود رو مد نظر قرار داده، اما خب میبینید که استرالیا گفته تا سال 2024 ما افزایش رو برای نرخ بهره نخواهیم داشت. خب اما این از مجموع شاخص‌ها و اخباری که در واقع در این هفته داشتیم. بریم سراغ این که ببینیم نمودارهای مهم اون چطور تغییر کرده. خب اما نمودار اولمون پوند انگلیس به دلار آمریکا هست. می‌بینید که یک محدوده بسیار مهم در نزدیک 1.39 داشتیم که نمودار در هفته گذشتهمون برخورد کرده بود، موفق به شکستش نشد، مجدد ریزش و دوباره در پایان هفته به محدوده 1.39 در واقع برگشت نمودار. خب انتظارتمون این هستش که تقویت وضعیت اقتصادی هر کدوم از کشورها بتونه منجر به این بشه که نمودار این محدوده رو بالا بشکنه و حرکت بکنه، یا اینکه برگرده به محدوده پایین خودش یعنی 1.36. خب در کنار اون نمودار یورو رو داریم که خب همونطور که در هفته گذشته هم داشتیم بین محدوده 1.19 و 1.16 در حال حرکت هست. هفته گذشته مجدد برخورد کرد به 1.19 اما خب ریزشی رو داشتیم و در ادامه هم یک ثباتی رو، یک محدوده رنجی رو برای در واقع نمودار یورو به دلار آمریکا داشتیم. محدوده 1.18 در حال حاضر محدودی هستش که همونطور که می‌بینید در اینجا یک بار بوم واکنش نشون داده شده، در اینجا هم نمودار بوم واکنش داده، پس از محدودهای بسیار مهممون میتونه در آینده باشه. اگر که محدوده 1.18 ما شکسته بشه نمودار خیلی راحت میتونه به زیر اون حرکت بکنه. نمودار بعدیمون دلار آمریکا به دلار کانادا هست. افزایش دلار آمریکا رو داشتیم و در ادامه هم کاهش اون یعنی تقویت دلار کانادا رو ما داشتیم. مجدد در ساعت پایانی هم نمودار برگشته به سطح قبلی خودش، یعنی در جهت تقویت دلار آمریکا حرکت کرد که خب علتش هم در واقع کاهش ناگهانی قیمت نفت بود. خب محدوده مهمی رو در هلوش محدوده 1.27 داره شکل میده که در گذشته هم برخوردهایی رو به اون داشتیم. اگر که این محدوده شکسته بشه رو به بالا میتونه خیلی راحت دیگه حرکت بکنه بدون مانع به سمت 1.29 و اگر که نتونه این محدوده رو در واقع بشکنه همچنان در زیر 1.27 انتظار داریم که نمودار ما بمونه. در ادامه نمودار دلار آمریکا به ین ژاپن رو داشتیم. خب همونطور که اعلام کردیم دو تا محدوده رو ما میتونستیم مشخص بکنیم، محدوده ای بر اساس الگوی مستطیل که خیلی راحت میتونستیم از اون سوددهی داشته باشیم. خب من این محدوده رو ادامه دادم، همونطور که میبینید در واقع در هفته که گذشت هم مجدد از پایین مستطیل نمودار رو بالا حرکت کرد، برخورد کرد، در اینجا میتونستیم خرید انجام بدیم، در اینجا سیو سود و در واقع مجدد بعد از اینکه نمودار رو پایین حرکت کرد فروش رو انجام بدیم که تقریبا مجدد به پایین مستطیل ما برخورد کرده. همچنان انتظار این رو داریم که نمودار دلار آمریکا به ین ژاپن در این محدوده حرکت بکنه، شکست هر کدوم از در واقع اضلاع مستطیل میتونه منجر به ادامه حرکت بشه و برسیم به محدودهای در واقع توسی رنگی که در بالا و پایین داریم که محدودهای در واقع حمایت و مقاومت دیلی ما هستن. در نهایت هم نمودار دلار استرالیا به دلار آمریکا رو داشتیم. خب وارد یک محدوده بسیار مهم شده بودیم که در واقع در حدود 0.74
و 0.73 60 بود که همونطور که میبینید نمودار در هفته گذشته بالای اون سیف داد، نتونست در واقع رو بالا حرکت بکنه، چند تا شادوی بزرگ در اینجا تشکیل داد برای ما و با تشکیل یک الگوی در واقع سقف دوقلو یا تبل تا مجدد رو پایین حرکت کرد. همچنان نمودار ما درگیر این محدوده توسعه رنگ هست، در تایم فریم دیلی میبینید که در محدوده بسیار مهمی هست. اگر این محدوده رو بالا موفق باشه بشکنه با یک کندل خیلی خوب، میتونیم انتظار داشته باشیم که به محدوده بعدی یعنی 0.76 حرکت بکنه. خب دوستان عزیز، همونطور که دیدین هفته بسیار پرخبری رو داشتیم و سخنرانی های بسیار متعددی رو توی این هفته داشتیم که مجموع اونها منجر به این شد که بازار نوسان های خوبی رو برای ما توی هفته که گذشت داشته باشه. امیدوارم که از بررسی های این هفته همون هم لذت برده باشین. فراموش نکنید که حتما ما رو سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشن رو هم روشن کنید تا به محض آپلود ویدیوهای جدید پیامش برای شما عزیزان بیاد. و علاوه کپی تریدینگ مارکت نیوبی هم همونطور که میدونید چند وقته که کار خودش رو آغاز کرده و به صورت عمومی شما عزیزان میتونید از اون استفاده بکنید. فراموش نکنید که برای اطلاع از کپی تریدینگ شما عزیزان همیشه میتونید به ویدیوهای مارکت نیوبی به بخش پلی‌لیست‌ها برید. بخش کپی تریدینگ برای شما آماده شده، ویدیوهای ما رو ببینید و کسب اطلاع بکنید از اینکه چطور میتونید به کپی تریدینگ مارکت نیوبی متصل بشید و برای خودتون کسب درآمد داشته باشید. اگه میخواید تجربه متفاوت از مشاهده ویدیوهای کلی یوتیوب مارکت نیوز داشته باشید، اگه میخواید از تازه ترین خبرها، تفسیرها، تصمیمات اداره خزانه داری آمریکا، تاثیراتش بر روی نرخ ارز، شاخص طلا و و و خبر داشته باشید و اگرم میخواید یه نگاهی هم به بعضی خرید و فروش‌های ما داشته باشید، به کانال خصوصی یوتیوب مارکت نیوز بپیوندید. کافی این دکمه جوین رو بزنید و با نازل‌ترین قیمت به کلیپ خصوصی ما بپیوندید. همه چیز هم یوتیوب براتون هندل می‌کنه. لینک ویدیویی که توضیح میده که کلوپ خصوصی یوتیوب مارکت نیوز چی هست رو این بالا میذارم. اون ویدیو رو ببینید، حتما قشنگ مفصلا توضیح دادم که این کلوپ خصوصی چی هست، چه لولی داره، چه خدماتی رو میده. اگه بازم سوال دارید پای همین ویدیو به صورت کامنت بپرسید، حتما بچه‌ها کامنت‌های شما جواب میدن. کلوپ خصوصی مارکت نیوز در انتظار شماست.